وقت بخیر، پویا هستم با 48 اپیزود از برنامه برینکست. برینکست، رسانه تخصصی علوم شناختی و مغز. قبل از اینکه گفتگوی امروز رو شروع کنیم، خیلی خوشحالم که با افتخار اعلام کنم این اپیزود از برنامه برینکست با حمایت انتشارات مهرسا تقدیمتون میشه. میدونم که همتون انتشارات مهرسا رو به عنوان ناشر تخصصی حوزه علوم شناختی میشناسید. مهرسا از اوایل دهه 90 کار خودش رو توی گروه انتشاراتی مهرماه آغاز کرد و یه اتفاق خیلی خوبی که توی انتشارات مهرسا افتاد این بودش که حوزه نشر رو تو حوزه علوم شناختی محدود به متخصصان نکرد و کتاب‌های ویژه عموم مردم هم منتشر کرد، ویژه مربیان همینطور، کتاب‌هایی مثل باشگاه مغز، کتاب‌هایی که تو حوزه فرزندپروری کاربرد دارن. و خب این یعنی اینکه اسم مهرسا خیلی درست انتخاب شده. مهرسا یعنی به سان خورشید، چون دوستان ما در نشات مهرسا فکر میکنن که مغز ما مثل خورشیدی میمونه که توی ابعاد مختلف زندگی ما میتابه و به میزانی که بیشتر بشناسیمش احتمالاً میتونیم زندگی پرنورتری داشته باشیم. در طی 47 اپیزود گذشته تلاشمون این بود که حوزه‌های مختلف علوم شناختی و علوم اعصاب رو بررسی کنیم و با کشف دنیای شگفت‌انگیز مغز هم تجربه وجد داشته باشیم، هم بدونیم که چه کاربردهایی داره و یافته‌ها میتونه چگونه کیفیت زندگیمون رو بهتر کنه. در 48 اپیزود از برنامه برینکست اتاق فکر مجموعه تصمیم گرفت که بیایم به این موضوع پردازیم که اگر این سیستم عصبی آسیبی ببینه چه اتفاقی برای ما میفته و احتمالاً برای توانبخشی چه کارهایی میشه کرد. البته که تا به امروز درباره توانبخشی شناختی صحبت‌هایی شده. در اپیزودهای 24 و 25 اگر اشتباه نکنم در خدمت خانم دکتر خرمی بودیم و به موضوع توانبخشی شناختی پرداختیم و حتی با حضور جناب دکتر خلیق رضوی درباره کاربرد هوش مصنوعی در توانبخشی شناختی صحبت کردیم. در این اپیزود اختصاصاً می‌خوایم به موضوع نوروتروما بپردازیم. در اپیزود 48 با افتخار در خدمت جناب دکتر مهدی شریف الحسینی هستیم، پزشک، استادیار علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی تهران و حوزه تخصصی فعالیت ایشون نوروتروما هست. آقای دکتر خیلی خوش آمدید. متشکرم. منم سلام میکنم خدمت شما و بیننده های خوبتون. ممنونم از شما. اگر موافق باشید برای آغاز گفتگو درباره موضوع ضربه مغزی شروع کنیم. با توجه به اینکه مقالات تخصصی شما هم در این حیطه هست، کتابتون که تو حوزه توانبخشی شناختی افرادی هستش که مبتلا به این مشکل شدن و خب به نظر میاد که به طور کلی هم عارضه قابل توجهی هست در کشوری که مدام از اطراف مختلف داره ما ضربه وارد میشه، احتمالاً سیستم عصبیمون هم دچار اختلالاتی میشه به خاطر ضربه های مختلف، بعضن ضربه های روانی، ضربه های اقتصادی و احتمالاً ضربه های فیزیکی که میتونه در تجربه زیسته هر کدوم ما تأثیر قابل توجهی توی زندگیمون بذاره. خیلی متشکرم. من در رابطه با ضربه مغزی اگه بخوام بحث رو شروع بکنم میخوام از جمله استفاده بکنم که شاید توی محاوره شنیده باشید. یه نفر که میخواد به یکی دعوا بکنه، بهش کتک بزنه، بهش میگه که جوری میزنمت که یکی از من بخوری، یکی از دیوار. خب این اساره مکانیسم آسیب مغزی هست. مغز ما با یک بافت نرم و ژلاتینی دارای مقداری از رهایی و تعلیق هست درون یک کاسه سفت و سخت و استخوانی به نام جمجمه. حالا اگه این جمجمه به جایی برخورد بکنه یا چیزی بهش بخوره، اون مغز، اون بافت نرم به خاطر رهایی و اینرسی که داره میاد میخوره به جداره استخوانی و سفت جمجمه، بنابراین از اون ناحیه دچار صدمه میشه. بعد به خاطر حرکت به سمت مقابل مجدداً اون طرف مغز یعنی سمت مخالف هم میخوره به دیوار روبرو و یه آسیب هم از اونجا میخوره، جوری زدتش که یکی از ایشون خورده، یکی از دیوار. و این عنوان میشه به عنوان کوپ اند کانتر کوپ اینجری. همین میشه که آسیب مغز مضاعفه.
و همین باعث میشه که پیچیده تر باشه. یعنی خیلی ساده انگارانه است که وقتی کسی دچار ضربه مغزی شد، ما صرفاً اون ناحیه آسیب رو رصد کنیم، ببینیم که چه اتفاقی اینجا افتاده، چه بسا عوارض مهمتری در سمت مقابل اتفاق افتاده باشه. در رابطه با فیزیوپاتولوژی ضربه مغزی در این مجال کوتاه اگه بخوام بگم، ما با دو مرحله آسیب مواجه هستیم. آسیب اول همون اتفاق فیزیکیه که میفته، یعنی در پی اون ایمپکت و ضربه رشته های عصبی از هم پاره میشن، استخوان میشکنه، خونریزی اتفاق میفته و ممکنه لخته شکل بگیره و این داستان ها. منتها قسمت بعد ماجرا آسیب ثانویه است که در پی آسیب اولیه یه سری از ناقل های عصبی به صورت سمی و توکسیک شروع میکنن به آزاد شدن و به صورت دومینووار و آبشاری پی هم اینها ترشح میشن، مثلا شامل گلوتامات هست، کلسیوم هست، رادیکال های آزاد هست و فاکتورهای التهابی که همه اینها ریسک مرگ سلولی رو بالاتر میبرن. در ادامه ادم مغز ایجاد میشه و وقتی ادم ایجاد شد در این فضای محدود باعث کاهش خون رسانی میشه، باعث کاهش اکسیژن رسانی میشه و باز این مرگ مغزی رو احتمالش رو، مرگ سلولهای مغزی رو احتمالش رو بالاتر میبره و همینطور خونریزی هایی که ممکنه به صورت آرام و نهفته پیش برن و در میان مدت منجر به شکلگیری انواع هماتوم بشن. اما آسیبی که به مغز ما میخوره شدت‌های مختلفی ممکنه داشته باشه، ممکنه خفیف باشه، ممکنه متوسط باشه یا شدید. سیستم‌های مختلفی وجود داره برای اینکه ما بتونیم نمره‌دهی بکنیم و اسکوربندی بکنیم، ببینیم که این مغز با چه شدتی دچار اینجری و آسیب شده. یکی از رایج‌ترین و پرکاربردترین سیستم‌های نمره‌دهی گلاسگو کوما اسکیل هست که به صورت مخفف گفته میشه GCS. GCS بر مبنای پاسخ حرکتی بیمار هست و پاسخ کلامی و پاسخ چشمیش. خب ماکسیموم نمره که یک فرد سالم میتونه بگیره 15 در این سیستم اسکوربندی و حداقل نمره 3. بنابراین اگر فردی در پی آسیب مغزی نمره 15 تا 13 گرفت میگیم آسیب خفیف داره، اگه نمره 12 تا 9 گرفت میگیم آسیب متوسط داره و اگر نمره 8 تا 3 گرفت میگیم دچار آسیب شدید شده. همینجا خدمت شما عرض کنم که گلاسگو کوما اسکیل یه سایت جهانی داره و آخرین متدها برای ارزیابی پاسخ ها اونجا منعکس میشه. خوشبختانه به همت دانشگاه گلاسگو ربط داره؟ نه خیر، چون ما کلا فکر کنم دیگه نسبت به این اسم دچار تروما شدیم. خیلی فارغ التحصیل این دانشگاه خیر ندیدیم. عجب. به هر حال به همت همکاران من در مرکز تحقیقات تروما و پژوهش‌های جراحی سینا در دانشگاه علوم پزشکی تهران، ورژن فارسی این متد نمره دهی ترجمه شد و تایید شد و به اون سایت جهانی ارسال شد، بارگذاری شد و برای فارسی زبان‌های کل دنیا به حال یه دستاوردی که شکل گرفت. حالا اینجا میخوام یه مقداری در رابطه با اپیدمیولوژی آسیب مغزی صحبت کنم. یک مقاله در مجله وزین لنست نورولوژی سال 2017 منتشر شد که با افتخار من و تعدادی از محققین ایرانی هم تو مطالعه نقش داشتیم. اونجا تخمین زده شد که در سال 2016 یعنی قبل از انتشار حدود 27 میلیون کیس جدید ضربه مغزی در دنیا وجود داشته. خیلی زیاده. توی همون مقاله تخمین زده شد که شیوع ضربه مغزی در سال 2016 در سطح جهان
تقریبا 8.4% شیوع میدونید یعنی چی؟ یعنی اینکه افرادی که زنده هستند سابقه از اون ماجرا رو داشته باشند. بنابراین در سال 2016 حداقل 8 نفر از هر 100 نفر در طول زندگیشون یک بار دچار ضربه مغزی شدن و این خیلی بالاست. این تحت عنوان اپیدمی خاموش داره شناخته میشه و روز به روز هم این شیوع داره زیادتر و زیادتر میشه. فکر میکنید چرا؟ دو تا علت داره. چرا این شیوع داره روز به روز زیادتر میشه؟ احتمالاً یکیش به خاطر تصادفات باشه. درسته. دقیقاً. چون سرعت در زندگی بشر داره روز به روز بیشتر میشه و همین احتمال ضربه مغزی رو بیشتر میکنه. دلیل دوم اینه که پزشکی داره پیشرفته تر میشه. تخمین زده شده در حال حاضر این که پزشکی داره پیشرفته میشه یعنی تشخیصمون داره دقیق تر میشه، درمانمون بهتر میشه. تخمین زده شده که 90% افرادی که الان دچار ضربه مغزی خفیف، متوسط یا شدید میشن و زنده میمونند 40 سال پیش حتما میمردن. 90%. بنابراین این پیشرفت پزشکی باعث میشه که افرادی که ضربه مغزی شدن ولی زنده موندن بیشتر بشن و همین آمار شیوع رو میبره بالاتر. در رابطه با افرادی که های ریسک هستن برای ضربه مغزی چند تا نکته رو میخوام بگم. یکی این که هر فرد در طول زندگیش از بعد به تولد احتمالی که ضربه مغزی بشه داره تا لحظه مرگ. بچه‌ای که به دنیا آمده ممکنه که از دست ماما یا پرستار سر بخوره و همونجا ابتدای ورود به این دنیا طفلک ضربه مغزی بشه. اما دو تا پیک سنی داره ضربه مغزی. فکر می‌کنید چه سنی بیشتر در معرض آسیب مغزی هستن؟ احتمالی گوش نوجوانان باشن که توجه به اون قاعده شتاب زندگی اونا دیگه شتابشون خیلی زیاده و احتمالاً سالمندان هم دقیقا در سنین مثلا 15 تا 30 سال به هر حال هیجان طلبی بیشتره، ریسک پذیری بالاتره. همین ها باعث میشه رفتارهای از افراد سر بزنه که احتمال خطر رو براشون بیشتر بکنه و دچار ضربه مغزی بشن. در سن بالا هم همینطور، بالای 65-70 سال به هر حال به خاطر اینکه تعادل دچار مشکلاتی میشه، پوکی استخوان هست، اینها احتمال افتادن و صعود افراد رو بیشتر میکنه و ممکنه که در این اثنا سرشون هم به جایی بخوره و دچار ضربه مغزی بشن. یه سری محتوا تو شبکه‌های اجتماعی از اون موقعی که از طریق مثلا گوگل گروپ و یاهو گروپ و اینا دیتا برامون می اومد مدام هی تو ایمیل همون تا الان که شبکه‌های مختلف اجتماعی هست درباره ضربه مغزی ارسال میشه زیاد که مثلا اگر خوردید زمین خواستید بفهمید آسیب مغزی دید یا نه، مثلا دستتون رو بگیرید بالا، نمیدونم ببینید میتونید بخندید، یه سری چیزای این مدلی رو میذارن به عنوان کرایتریای تشخیص اینکه نیازی هست به پزشک مراجعه کنید یا نه. اینا قابل توجهن یا ببینید کلاً علمی که به صورت ناقص منعکس بشه خیلی کمک کننده نیست. ما برای هر مسئله‌ای که توی زندگی پیدا می‌کنیم باید به متخصص مربوط مراجعه کنیم و چه بسا وقتی در چشمه جلوی یک مسئله گرفته بشه بعداً عوارضش خیلی کمتر خواهد بود. بنابراین توصیه اکید من این هست که اکتفا نشه به این مطالبی که به صورت خیلی پارتیزانی آدم یاد میگیره از فضای مجازی، حتما به عالم مربوطه، متخصص مربوطه باید مراجعه بشه، مخصوصا در همچین زمینه مهمی. بالاخره مغز فرمانده بدن ما هست، نمیشه شوخی گرفت، حتما باید مراجعه بشه. یعنی اون توضیحی که شما در سرآغاز ماجرا دادید که با ضربه مغز خودش میتونه از جمجمه هم آسیب ضربه بخوره به جمجمه و اون خودش یه آسیب بسازه، من داشتم میفهم کنم که شاید گاهی وقتا بعضی از تصادف ها باشه که به نظر ما تصادف خیلی جدی نیست ولی اتفاقا با توجه به این که دسترسی نداریم به این که داره چه اتفاق میفته توی جمجمه
شاید همون ضربه کوچیک هم باعث آسیب جدی شده باشه. همینطوره، حتما مراجعه و بررسی کامل نیاز هست ولو در آسیب‌های خفیف. درست. در رابطه با افراد های ریسک و پرخطر صحبت می‌کردم. خب سنین رو شما به خوبی اشاره کردید و در رابطه با جنسیت، خب مردها به واسطه مشاغلی که دارن و فعالیت‌هایی که دارن آمار نشون میده که 3 برابر بیشتر در معرض بروز ضربه مغزی هستن. سایر افرادی که بیشتر با این خطر مواجهن افراد الکلی هستند، افرادی که شخصیت خطرپذیر دارند و همینطور کسانی که سابقه قبلی ضربه مغزی دارند. به 2 دلیل، یکی اینکه به هر حال ممکنه ناشی از عوارض ضربه قبلی تعادلشون مختل باشه و این ریسک افتادن و دچار حادثه شدن در اینها رو بالاتر ببره، یکی هم اینکه کلن این آدم ریسک پذیرتریه، همین باعث شده قبلا ضربه بخوره، الان هم همون احتمال براش وجود داره. همینجا خدمت شما عرض بکنم که 30% از مواردی که افراد در پی حادثه و تروما فوت میکنن ناشی از ضربه مغزی هست. 30%. یعنی از نظر حجمی نگاه بکنید، مغز چه حجمی از بدن رو شامل میشه، ولی از نظر ریسک مرگ 1/3 مرگ ها در پی آسیب به جایی هست که بالاخره حکم فرماندهی بدن رو به عهده داره. فرماندهی میدان و دیپلماسی با هم. البته اون موقعی که این اپیزود داره منتشر میشه احتمالاً دیگه دوستان یادشون نیست، فکر کنم 3 ماه دیگه منتشر میشه. عجب، این دومین عجبیه که من. خب ادامه بدم. فردی که دچار آسیب مغزی میشه چه اتفاقی براش میفته؟ خودش یا همراه یا خانواده میارن مرکز درمانی و اونجا ویزیت میشه، اقدامات تشخیصی براش انجام میشه و بسته به این که شدت آسیب چقدر هست مداخله براش صورت میگیره. مداخله ممکنه این باشه که صرفا تحت نظر باشه مدتی، یا اینکه نه نیاز به جراحی داره، نیاز به مراقبت های ویژه داره در ICU، و یا اینکه خدا نکره ممکنه فوت بکنه در اثر شدت آسیب. به هر حال بعد از مدتی از مرکز درمانی مرخص میشه با چند جور پیامد پیش بینی شده، یا اینکه میگن بهبودی کامل داشته، یا اینکه میگن بهبودی نسبی داشته، یعنی اینکه سطحی از فلج یا کاهش حواس رو داره ولی به هر حال میتونه زندگیشو ادامه بده. علت این که اینا رو مطرح میکنم، حالا در قسمت‌های بعدی صحبتم بیشتر درباره اونا صحبت میکنم، اما کلیتی که میخواستم در رابطه با ضربه مغزی خدمت شما بگم و در این مجال کوتاه همین بود. و چقدر آسیب های شناختی اتفاق میفته؟ چون من تو مقالات مختلفی وقتی که در مورد حافظه، در مورد توجه، حتی در مورد تصمیم گیری، مثلا ریسک پذیری، مثلا در تصمیم گیری، خاطرم هست دکتر اختیاری یه مقاله‌ای داشتن تو جامعه ایران که مقایسه کردن با افراد دیگه، میگفتن مثلا پترن تصمیم گیری مردم ایران شبیه افرادی که آسیب مغزی دیدن. چقدر آسیب شناختی میبینن افرادی که ضربه مغزی میخورن؟ آفرین، خیلی پل خوب و مناسبی زدید برای اینکه گفتگوی ما سمت و سوش بره به سمت مسائل شناختی. راستش علت این که من لطف شما رو قبول کردم و پاسخ مثبت دادم به فرصتی که گروه کاربلد، حرفه‌ای و جوان و جویای دانش برینکست در اختیار من قرار دادن، این فرصت رو قبول کردم، همین بود که جلب توجه کنم. البته در اون تو خودم نه، من 2 گروه رو میخواستم توجهشون رو به لزوم جدی بودن اختلالات شناختی متعاقب ضربه مغزی توجهشون به این قضیه جلب بکنم. یکی بیمار و خانواده و همراه بیمار، و گروه دوم افراد یا سیستم هایی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در رابطه با درمان و بهزیستی این بیماران درگیر هستند. حالا کلینیسیان ها، کادر درمان جدا، کسایی که گایدلاین می‌نویسن برای ضربه مغزی،
سیاست‌گذاران بهداشتی، سیستم‌های بیمه، سازمان‌های بهزیستی، می‌خوام توجه‌ها بیشتر به این مقوله جلب بشه که اختلال شناختی متعاقب ضربه مغزی جدی هست. این بحث رو می‌خوام با یک مثال ادامه بدم. ببینید، یک ورزشکار وقتی موقع ورزش مصدوم میشه، مثلا زانوش آسیب می‌بینه، چه اتفاقی میفته؟ میبرنش پیش پزشک و اون عکس میگیره، میگه که آتل ببنده، گچ بگیره، جراحی بشه. و تو این فاصله به خاطر اینکه رشته های عضلانی پاره شده، دچار آتروفی و تحلیل و لاغر شدن رفته، باید فیزیوتراپیست ورود پیدا کنه که عملکرد اون اندام و ارگان مصدوم شده رو برگردونه به حالت قبل. مغز ما توی ضربه مغزی آسیب می‌بینه و تمام کاری که پزشک و کادر درمان می‌کنه اینه که ببین حس و حرکت این چی شد. نهایتاً هم که می‌خواد مرخص بکنه، میگه که سطحی از فلج، سطحی از ضعف، سطحی از اختلال حواس، همین. اما آیا مغز ما فقط مسئول هماهنگی حس و حرکته یا کلی اتفاق دیگه اون تو داره میفته؟ عواطف، تصمیم گیری ها، توجه، تمرکز، قطعا اینها در پی آسیب مغزی متاثر خواهند شد. تکلیف اونا چی میشه؟ یعنی با بافت عصبی شبیه بافت ماهیچه‌ای برخورد میکنه مثلا. آره، ما فقط به حس و حرکت فکر میکنیم. نه، اتفاقا میخوام بگم اگر همون کاری که در پی آسیب اندام برای ما انجام میشه، فیزیوتراپی میشه، توان بخشی انجام میشه، بازپروری انجام میشه، همون کار باید برای مغز انجام بشه، ولی این کار انجام نمیشه، اکتفا میشه به اختلال حسی و حرکتی. این فرهنگی بعد از اصولا دارم میپرسم، بعد از جامعه درمان شروع بشه یا از مردم؟ چون من در سطح مردم تجربه شخصی خودم مثلا تو قشر سالمندی این شکلیه که وقتی اون بازتوانی حسی حرکتی انجام میشه، من خیلی بعضن دیدم، این پدر بزرگ مادر بزرگ خودم میدم که اعتراض میکنن که به من حالم خوب نیست، نمیدونم چمه مثلا، ولی یه چیز یادم نمیاد. و اصولا اینجوری باشون برخورد میشه که داری به خود تلقین میکنی، یعنی در مورد آنچه که به ذهن انگار ارتباط داره افراد احساس میکنن که باید یکم خوشبین باشی، باید امیدوار باشی به آینده، مثلا اخبار گوش نکن. میگه با اصلا موضوع اصلا اخبار گوش کردن نیست، احساس میکنم خوب نمیبینم، یا احساس میکنم مثلا یه سه چیزا رو متوجه نمیشم. این چقدر با فرهنگ سازی در سطح عمومی مردم میتونه اتفاق بیفته که مثلا مردم مطالبه کنن از نظام درمان که برای اون بحث توانبخشی شناختی هم اقدامی بشه؟ بله، این نکته که فرمودید من در ابتدای این پارت دوم بهش اشاره کردم، یک چیز دو طرفه است، یعنی هم بیمار و خانواده بیمار باید بدونن که در پی ضربه مغزی ممکنه اتفاقات خیلی ناگواری بیفته، حواسشون باشه، صرفاً بسنده نکنن به بحث بالین و اون چیزی که توی بیمارستان بهشون گفته میشه. هم سیستم‌های درمانی و بهزیستی باید ورود جدی بکنن به این قضیه. ببینید، شما به خوبی اشاره کردید که یکی از پیک‌های سنی مال سنین نوجوانی و جوانی هست، یعنی افراد مولد جامعه. ما مقدار زیادی از افراد جامعه رو داریم که در سنین مولد بودن دچار آسیب مغزی میشن و در اون زمان تا پایان عمر دچار یه سری عوارض میشن که دیگه کسی بهش فکر نمیکنه، خودشون هم نمیدونن. پس سیستم حتما باید ورود کنه، این داستان شناختی رو جدیتر بگیره. شاید همین ها باعث شده که یک سرمایه گذاری های بسیار بزرگ پژوهشی در باره ضربه مغزی الان توی دنیا داره انجام میشه. و بذارید از شما بپرسم، فکر میکنید که بزرگترین سرمایه گذارها در این زمینه کیا هستن؟ من داشتم به این فکر میکردم که خب ما هم داریم آزمودنی برای مطالعاتشون تولید میکنیم. نمیدونم. نمیتونید حدس بزنید. نهادهای نظامی دنیا و در رأس اونها وزارت دفاع آمریکا. بیشترین سرمایه پژوهشی مثلا میشه به سمت آموزش پرورش میره. آره، نه به خاطر اینکه اینا دیدن سربازشون
دچار ضربه مغزی شده، به ظاهر طوری نبوده ولی بعد از مدتی دچار افسردگی شده، آمار خودکشی تو اینا بالاتر رفته، پس اون داخلی اتفاق افتاده. کاش که سیاستمداران به این موضوع فکر میکردن. به هر حال این هندونه دربسته وقتی دچار ضربه شده از نظر شناختی مشکلاتی پیدا کرده که ادامه پیدا کرده و به خاطر اینکه رفع و رجوع نشده عوارض بعدی رو به دنبال داشته. باز میخوام مثال بزنم. ببینید یک راننده تاکسی با ماشینش تصادف کرده، ضربه مغزی شده، رفته بیمارستان، درمان شده و گفتن که مشکلی نداری، برگرد سر کارت. اومده و دوباره شروع کرده به شغل شریف قبلیش. منتها همین راننده‌ای که قبل از آسیب روزی حداقل 8 ساعت کار می‌کرده، تعامل خوبی با مسافرها داشته، به خوبی خوشوبش می‌کرده و راضی بوده از شغلش، الان ظرف 4 ساعت خسته میشه، کلافه است، با مسافر بد برخورد می‌کنه، زودتر تعطیل می‌کنه، میاد خونه، درآمدش پایینه، با خانواده‌ام درگیر میشه. چرا؟ به خاطر اینکه یه اتفاق اون تو افتاده. این از نظر هیجانی عواطف مشکل دار شده، توجه قبل رو دیگه نداره، تمرکز قبل رو نداره و هیچ کس به فکر این نبوده. یعنی حتی مثلا مؤلفه مثل تاباوری هم تحت تاثیر. دقیقاً همه نگاه کردن به عنوان درمانگران بالینی ببینن حس و حرکتش خوبه، که خوب بوده. ابتدای عرایزم صحبت کردم که نمره دهی شدت ها همه بر اساس علائم بالینی هست، کسی به عملکردهای بالا و اجرایی که مغز داره توجه نمی کنه. خب یه سوالی، به کجاها باید مراجعه کنم برای اصلا گرفتن خدمات توان بخشی شما؟ میرسیم بهش. یه مثال دیگه میخوام بزنم. استاد دانشگاهی، اینا نمونه های واقعی داره ها، استاد دانشگاهی یک حادثه براش اتفاق افتاد و چیزی تو سرش خورد. خب در تعریف ضربه مغزی میگنجه، رفت و درمان شد و مشکل خاصی نداشت. متأسفانه وقتی برگشت سر کلاس، دانشجوها از دستش کلافه، خودش از دست دانشجوها کلافه، دپارتمان از دست هر دو کلافه. چرا؟ چون این آدم در پی اون ضربه آستانه تحملش افت پیدا کرده بود، همین باعث شده بود که کلن عمل کردش دچار کاهش بشه. پس اینا نکات مهمی هست که ما باید توجه بکنیم و توجه ها رو معطوف بکنیم به این قضیه. مغز ما صرفاً مسئول هماهنگی حس و حرکت نیست. شما بهتر از من میدونید که نواحی مختلف مغز کارهای مختلفی دارن. مثلا این ناحیه پشت استخوان پیشانی که شاید بشه گفت مهمترین قسمت مغز هست، چون کنترل باقی قسمت‌های مغز رو هم بر عهده داره، می‌دونید چه کارهای مهمی داره، عملکردهای اجرایی. اصلا چیزی که باعث تمایز آدم‌ها از حیوانات میشه در همین منطقه شکل می‌گیره. قدرت تصمیم‌گیری، قدرت انجام وظایف چندگانه و اون ناحیه خیلی حیاتی پرفرونتال که مسئول توجه، تمرکز، خلق و خوی شخصیت. در ناحیه مثلا گیجگاهی، خب علاوه بر عرض کنم که شنوایی، مسئولیت حافظه رو تا حدی بر عهده داره. یکم بالاتر میایم سراغ قسمت آهیانه یا پریتال، اونجا علاوه بر خوندن و نوشتن در رابطه با درک فضایی ما کمک میکنه. پس سر علاوه بر بینایی در رابطه با درک اشیا و همینطور تشخیص رنگ ها داره مسائل رو هماهنگ میکنه. اینا خیلی مهمه و در پی ضربه مغزی همه اینها ممکنه دچار اختلالی بشه که باید بررسی بیشتری بشه. فرمودید که کی باید چیکار بکنه؟ یک عصب روانشناس باید ورود کنه و چراغ بندازه روی این مغز، ببینی که کدوم قسمت از مغز و کدوم بخش از عملکردهای شناختی دچار اختلال شدن. بر اساس میزان اختلال و شدت اختلال ورود کنه، مداخله کنه و
تمرین‌ها یا کارهایی که لازم هست رو انجام بده. شما هم یه کتاب ارزشمندی ترجمه کردین تو نیته، تمرین‌های اون کتاب رو افراد خودشون میتونن انجام بدن یا نیازمند ارجاع از طرف متخصص هست؟ خدمت شما عرض کنم در رابطه با افراد سالم همچین کتاب‌هایی میشه به عنوان باشگاه مغز، یعنی چیزی که ورزیدگی مغز رو داره، استفاده بشه، ولی در رابطه با کسی که آسیب مغزی دیده نه، خودش یا خانواده‌اش حق ندارن از اینا استفاده بکنن، به خاطر اینکه چه بسا از قضا سرکنگبین صفرا فزود بشود، چون اونا نمیدونن که کدوم قسمت از عملکردهای شناختی مختل شده. مثلا یه نفر توجهش مشکل داره، اصلا نیاز به تمرین حافظه نداره، چه بسا همون تمرین حافظه باعث استرس بیشترش بشه. ما به انهای مختلف باید آرامش و ثبات رو برای بیمار مهیا بکنیم و این تمرین ها برای همچین افرادی حتما باید جهت‌دهی مناسب داشته باشه که توسط متخصص مربوطه انجام میشه. متخصص عصب روان شناختی وقتی تشخیص داد که فرد چه مشکلاتی داره، با رویکردهای مختلف توانبخشی ورود میکنه تا مشکلش رو حل بکنه. مهمترین رویکرد در این زمینه این هست که بیا تمرینهای ذهنی بهش بده که جاهای مختلف مغز درگیر بشن. شما با مقوله نوروپلاستیسیته آشنا هستید، انعطاف پذیری مغزی، یعنی سایر بخش‌های مغز میتونن کمک جبرانی داشته باشن برای ناحیه‌ای که مصدوم شده. متخصص عصب روانشناختی در فرایند توانبخشی شناختی میاد جاهای مختلف مغز رو به کار میگیره، اینها باعث میشه که سیناپس‌های جدید شکل بگیره، مدارهای نو ساخته بشه و یک بازارایی مجدد در شبکه‌های عصبی اتفاق بیفته و از اون خصلت اعجاب انگیز نوروپلاستیسیتی به نحو احسن استفاده بشه برای بهبود بیمار و برای اینکه به شرایط قبل از حادثه نزدیک بشه. دومین رویکردی که در توانبخشی شناختی هست این هست که به فرد بگه تو نیاز به کمکی داری. مثلا فردی که دچار آسیب پا میشه بهش میگن خب یه مدت از عصا استفاده کن که فشار روی پات کمتر باشه. فردی که دچار اختلال حافظه میشه لازمه متخصص بهش بگه که شما مدتی از دفترچه یادداشت استفاده بکن. همین استرستو کم میکنه، همین کمک میکنه که راحت تر به زندگی برگردی به جای اینکه دچار تنش باشی، چرا من اینجوری شدم، هیچی یادم نمیمونه، و همین یه سیکل معیوبی میشه، عملکردش هی بیشتر و بیشتر افت پیدا میکنه. و سومین رویکردی که توی توانبخشی شناختی هست این هست که اون متخصص مربوطه به بیمار و خانواده بیمار بینش میده، آگاهی میده، واقعیت رو برای اونها نمایان میکنه، میگه این آدم به خاطر اون آسیب الان دچار اختلال تمرکز شده، ربطی به متافیزیک نداره، پای زن غریبه وسط نیست، خب این مشکل جسمی داره، توی مغزش اتفاقی افتاده، باید کمک کنیم، خودش هم کمک بکنه تا این شرایط رو بگذرونه با تمرین ها و مداخلاتی که مناسبه. و این ورود خیلی مؤثره به خاطر اینکه احساس کنترل فرد رو به خودش بیشتر میکنه، باعث میشه اون مراحل خشم و انکار و سوگ راحت‌تر طی بشه و فرد بگه خب حالا اتفاقی افتاده، منم میدونم این عصبیتم از چیه، این فقدان هیجانم از چیه. با مشاوره‌ای که با فرد متخصص و عالم و دانشمند در این زمینه دارم به خودم کمک میکنم برگردم به زندگی قبلی. و ارزیابی ها به چه شکلی هست؟ چقدر ارزیابی ها فیزیولوژیک هست؟ مثلا از نوار مغزی یا FMRI استفاده میشه؟ یا چقدر مداد کاغذی هست؟ چقدر کامپیوتری هست؟ حوزه جدیدیه.
و هر روز داره یه چیز جدیدتری وارد میشه، ولی خوشبینیم به خاطر اینکه هر روز مقالات میاد و چون یک مسئله مهمی هست توجهات هم بهش خیلی معطوف شده و امیدواریم که روز به روز، حالا چه پاراکلینیک چه پرسشنامه ها و مصاحبه ها و ابزارهایی که برای ارزیابی هست قوی تر بشن، ولی تر بشن و کمک بشه به ما برای اینکه اختلال شناختی فرد رو بهتر بتونیم پیدا کنیم و رصد بکنیم. در واقع من اینجوری متوجه شدم که احتمالاً این فرایند شروعش با شکایت خود بیمار شروع میشه بیشتر تا اینکه از تجویزی از طرف پزشک باشه. بذارید اینطوری بگم، لازمه که پزشکان ما بیشتر به این قضیه توجه بکنن. ببینید من خودم پزشکم، ولی پزشکی سنتی ما یه مقداری دور از این داستان. اونها باید بدونن که علاوه بر حس و حرکت، پزشکی کلاسیک احتمالاً، چون پزشکی سنتی احتمالاً با منظورم که روغن بنفشه قاطی میشه. عجب سومین بار. به هر حال باید بدونن که افراد دیگری در حوزه شناختی از بد و مراجعه بیمار باید در جریان این مسئله قرار بگیرن، از همون زمان ارزیابی ها شروع بشه و واقعا کمک بشه به بیمار. این نکته مهمی هست. خدمت شما عرض کنم که افراد شاخصی در دنیا این کار رو پیش بردن. میتونیم از خانم باربارا ویلسون یا آقای ترور پاول اسم ببریم که کمک کردن این حوزه بیشتر شناخته بشه و تمرین هایی رو تدوین کردن، مطالعه کردن و منتشر کردن که یکی از اونها در قالب کتابی چند سال پیش چاپ شد توسط آقای ترور پاول. من این توفیق رو داشتم که به فارسی ترجمه کنم و خیلی خوشبختم که در مراکز درمانی مختلف، همینطور در پژوهش‌های مختلف داره از این کتاب و تمرین‌هاش استفاده میشه. مواردی که مطرح کردید از این نظر که چقدر موضوع مهمیه در سرنوشت افراد، مخصوصا وقتی اشاره کرد به دوره نوجوانی، چقدر میتونه هر کدوم این آسیب‌ها به کیفیت زندگیشون، به وضعیت شغلیشون، حتی افراد تو گروه‌های سنی دیگه. یعنی من مدام داشتم میفکر کردم که حتی یه فرد میانسالم که توی شرکتی مسئولیت مدیریتی به عهده داره، احتمالاً یه آسیبی که شاید حتی خودش بکنه آسیب خفیفی بوده، یا دیگه با توجه به اینکه علائم حسی حرکتیش برطرف شده، ممکنه بعداً حتی شرکت به خاطر تصمیم‌گیری‌های اشتباه ورشکسته بشه و ندونه که به خاطر اون تصادف بوده که مدام یک سری کارکردهای اجرایی مغزش داشته درست کار نمی‌کرد. و به قول شما شاید حتی تو فرهنگ ما ربط بدیم به یه متافیزیکی، ربط بدیم به مثلا تقدیر، اینکه قسمت بوده دیگه مثلا این شرکت کار نکنه و بحث این تیپی. من همش داشتم به این فکر میکردم که وقتی بخواد یه همچین فرهنگی رایج بشه که آهان من اون چیزی هم که بهش میگم ذهن، ناشی از این بدنه است و این بدنه وقتی آسیب میبینه گاهی وقتی در سطح ذهنی هم آسیب ببینه و من باید حساس باشم به آسیب‌های بدنی خودم که آیا داره اون ذهن هم آسیب می‌بینه یا نه، داره کارکردهاش درست کار می‌کنه یا نه. و خب مهمترین قسمتش به نظر اینه که هزینه‌های درمانیش هم به گونه‌ای باشه که گاهی وقتا آدم‌ها بتونن اصلا انتخابش کنن که من برای توانبخشی شناختی خودم، من برای بهبود حافظه و توجه و تصمیم‌گیری خودم اصلا اقدامی بکنم. امروز توی نظام درمان ما موضوع توانبخشی شناختی خدمات بیمه‌ای مشخص دارن؟ نه متاسفانه هنوز نه، و ما حقیقت داریم زور میزنیم که این جدی تر گرفته بشه. ببینید کسی که دچار زخمی میشه یا جراحی کرده بارها مراجعه میکنه به متخصص زیبایی که من چیکار کنم این جوشگاه، این اسکار زخم از بین بره، چه بسا پمادهای گران قیمتی میده بهش که اینو بزنه، درمانهای مختلفی که این رفع بشه. ولی برای آسیب اینجا هنوز انگار این بینش ایجاد نشده، هم در سطح مردم
هم در سطح سیستم هایی که وظیفه درمان مردم رو دارن. جای زخم ضربه مغزی بسیار مهمتر از زخم پوست هست. باید بهش فکر بشه، باید سیستم های بیمه مجاب بشن، ملزم بشن به اینکه کمک کنن، چون توان بخشی شناختی پرهزینه است، جلسات مکرر میخواد، رفت و آمد زیاد میخواد و با این شرایط اقتصادی حتما افرادی که از طبقات متوسط و پایین جامعه هستن از پس این هزینه ها بر نمیان و خبر بد ماجرا اینه که اتفاقا همین ها بیشتر دچار ضربه مغزی میشن. پس سیاستگزارها حتما باید دقت کنن. من کجا بیشتر نگران میشم؟ اونجایی که شما فرمودید که به یمن پیشرفت علم پزشکی اتفاقی که افتاده اینه که افرادی که ضربه مغزی میشن احتمال اینکه زنده بمونن خیلی داره بیشتر میشه. این از یه نظر خبر خوبیه که خب ما اینا رو داریم زنده نگه میداریم، اما این زنده بودن، اگه زنده بودن موثری نباشه، اگه زنده بودنی باشه که احتمالاً توی پدر خوب بودن، توی همسر خوب بودن، توی کارمند خوب بودن، شهروند خوب بودن بخواد تأثیر منفی بذاره، بنظرم حتی میتونه خیلی نگرانی بیشتر کنه که ما یه نفر رو زنده نگه داشتیم که داره کاراشو هی بد انجام میده، احتمالاً حالا با همه اون موارد اخلاقی که ممکنه به این عبارت من بشه اطلاق کرد، من خیلی نگرانم اینجوری بیشتر میشه. و فکر کنم الان خیلی نکات قابل توجهی احتمالاً شما به عنوان پژوهشگر و پزشک دارید که شاید توی این گفتگو اصلا مقفول مونده. یه کوچولو با حرف شما مخالفم. گوهر حیات اصله، یعنی ما هر کاری میکنیم باید بتونیم جون یک نفر رو نجات بدیم، چون در آینده نمیدونیم چه اتفاقایی میفته. اما مثل باقی علوم، مثل باقی علوم تجربی، پزشکی هم پله به پله داره پیش میره. ما فعلا این فرد رو نگه داشتیم و در ادامه باید کمک کنیم که اون عوارضش هم به حد اقل برسه. حتما این اتفاق میفته، حتما این اتفاق میفته، ولی ما به عنوان نخبه های این فیلد باید بیشتر کار بکنیم. خیلی ممنونم ازتون. اگر فکر میکنیم برای پایان گفتگو نکاتی هست که بهتره تو این حوزه مطرح بشه؟ من چند تا نکته کوتاه رو میخواستم در پایان صحبتم عرض بکنم. یکی این که ما در حوزه توانبخشی شناختی یه سری کارهایی میکنیم، ترمیمه حالا کم و بیش اتفاق میفته ولی 100% نیست، چون سیستم عصبی مرکزی ما علارغم پیچیدگی زائد الوصفی که داره در سیر تکامل قدرت ترمیم پیدا نکرده. ما از بد و تولد سلول‌های عصبیمون دیگه تکثیر نمیشن و همواره رو به کاهشن. من میخوام بگم با این گنجینه مهم و رو به اضمحلالی که داریم بهتر برخورد بکنیم در کل زندگی. شرایط اقتصادی، شرایط اجتماعی ما یک طوری هست که تقدیرگرایی جدی نگرفتن خیلی زیادتر شده. ما باید مردم رو هوشیار بکنیم و ترغیب بکنیم به خردگرایی بیشتر. ببینید چند وقت پیش من پشت چراغ قرمز یک خانواده دیدم، همه ترک موتور بودن. آقا جلو بود، خانم پشت بود و یک نوزاد در دامن مادر خواب. کلا کاسکت نداشتن. خب میگیم به خاطر شرایط اقتصادی مجبورن با موتور رفت آمد بکنن. حالا اینقدر مشکلات دارن که دیگه پول ندارن کلا کاسکت بخرن، اونم سلم نه. اما دیگه این نباید از چراغ قرمز رد بشه، این با حداقل از منطق و عقلانیت هم نمیخوره. ما باید مروج خردگرایی باشیم. پیشگیری مقدم بر درمانه. باید مواظب این مغز بود. رفتارهای پرخطر، تقدیرگرایی، همه رو یه چیزای ماورایی نسبت دادن، اینا اشتباهه. باید قشنگ فکر کنیم. این یه نکته. نکته دیگه این که تمرین هایی که ما میدیم برای توانبخشی شناختی، مطالعات ثابت کردن که اثر خوبی داره. چرا؟ به خاطر اینکه نوروپلاستیسیتی تحریک شده، به کمک ما اومده. چرا تحریک شده، به کار افتاده؟ به خاطر اینکه یه سری
فاکتورهای رشد، یه سری نوروتروفین ترشح شده، آزاد شده. چرا آزاد شده؟ ما فکر میکنیم به خاطر تمرینای ما بوده، ولی چه بسا همین توجه و تیمار و اینکه یک بیمار رو هفته چند روز ببری بیاری بهش توجه بکنی، باهاش صحبت بکنی، فردی که آزرده است از هر نظر، همین ها باعث شده حال خوبی پیدا بکنه و این فاکتورهای رشد توی بدنش ترشح بشه، اون نوروپلاستیسیتی به کمک ما میاد. من میخوام از این استفاده بکنم که حال خوب و تقدیم حال خوب به همدیگر رو جدیتر بگیریم، دست کم نگیریم. و آخرین نکته‌ای که میخوام بگم، ظرفیت بزرگ و نهفته و مخفول مغز همه ماست. ببینید یک کسی آسیب مغزی میبینه، در نگاه اول از زندگی میفته، ولی برمیگرده، دوباره بلند میشه با توان جدید، چون خودشو شناخته، کمک شده توسط متخصص عصب روانشناختی و میبینید که چه استعدادهای نهفته‌ای داشت. این شامل حال همه ما میشه. ما هممون این امکان رو داریم که باعث بشیم سیناپس‌های جدید توی مغزمون شکل بگیره، مدارهای جدید. این ظرفیت رو نباید دست کم بگیریم. ما باید تشکیک کنیم در چیزایی که میدونیم، از زوایای دیگه به قضایا نگاه بکنیم. همین ها باعث میشه که پویاتر بشیم و زندگی رو برای خودمون و دنیا رو برای دیگران بهتر بکنیم. خیلی ممنونم از شما، باعث افتخار بود در خدمتتون بودیم. امیدوارم که این اپیزود از برنامه برینکست هم در ترویج اون ایده حال خوب و هم در آگاهی بخشی درباره سرمایه خیلی جدی که داخل جمجمه‌مون داریم، امروز موضوع مراقبت از سرمایه به معنی اینکه پولمون رو تبدیلش کنیم به یک طلایی، به بیت کوینی، به زمینی، به ماشینی، خیلی هست، ولی سرمایه‌های خیلی کلیدی تری که توی این گفتگو اشاره شد بعضن مواردی هستند که غیر قابل تبدیلن، بعضن غیر قابل بازیابی و بازتوانی هستند. و موردی که درباره موضوع پیشگیری فرمودید به نظر موضوعی که با ادبیات حتی دنیای سرمایه‌داری هم خیلی بیشتر به نظرم میتونه نگرانمون کنه که چقدر حواسمون نیست. چون یه سری عبارت ما داریم، مثل اینکه مثلا وقت طلاست، پیشگیری بهتر از دم است، و هم دیگه میگیم، ولی واقعا مدلی زیست نمی‌کنیم، واقعا حواسمون نیست که سرمایه‌مون. ممنونم از اینکه افتخار دارین در خدمتتون باشیم. امیدوارم که